به نام خدا. سلام و درود بیکران بر بینندگان خوب شبکه آموزش. با برنامه همگام با آموزش در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل با الگوی آستین آشنا شدیم، در این برنامه با الگوی یقه های جدا آشنا خواهیم شد. کاغذی رو آماده کردم، این کاغذ رو بر اساس اندازه های یقه‌مون آماده کردیم، اون رو تا میزنیم. کاملا این دو لبه رو دقت میکنیم که روی هم قرار بگیره و کاغذ تا میشه. خدمت عزیزان عرض کنم که اولین یقه‌ای که میخوام خدمت شما یاد بدم یقه انگلیسی هست. منتها ما برای کشیدن هر نوع یقه‌ای یک مستطیل 8 در 19 میکشیم. این مستطیل برای آموزش هست و برای یقه های لباس بعدن مطالبی هست که خدمتتون عرض خواهم کرد. پس مستطیل خودمون رو میکشیم. 19 و 8. مستطیل کشیده میشه. این خط رو لبه اون رو میدیم یک مقدار بره بالا. این قسمت پایه یقه هست. می نویسم پایه یقه. اینجا وسط یقه، اینجا لبه جلو و قسمت بالا لبه بیرونی. بعدا متوجه خواهی شد که ما برای کشیدن یقه زیاد نیازی به این اسامی نداریم، فقط برای آشنایی با این مستطیل و قسمت های مختلفی هست که یقه ما در اونجا قرار میگیره. این مستطیل رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. 4 و 19 هم که میشه 9.5. 9.5 رو علامت میزنیم، مستطیل رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. به این صورت میاییم از روی وسط یقه روی پایه یقه 0.5 سانت میاییم بالا. 0.5 سانت رو علامت میزنیم. 0.5 سانت رو با منحنی خطکش وصل میکنیم به خط وسط کادر. روی لبه جلو از پایه یقه 2 سانت میریم بالا. این 2 سانت رو هم با منحنی پر خطکش، دقت میکنیم که از قسمت منحنی پر خطکش استفاده کنیم. این 2 سانتی رو که آمدیم بالا میکشیم تا خط وسط کادر. حالا اینجا از این لبه یقه یک مقدار منحنی کم هست، مثل منحنی های پایین دامن یا قسمت های دیگه نیست، اینجا بیشتر جدا میشه، هرچی میایم کمتر میشه و در این انتها تموم میشه. تمام یقه هایی که از این بعد خواهیم کشید این قسمت پایین به این صورت در خواهد آمد. همین مقداری رو که از پایین یقه گرفتیم میبریم به قسمت بالای یقه. این خطی رو که خدمتتون هستم ادامه میدیم، میریم بالا، اینو 2 سانت علامت میزنیم و اینجا هم روی دولای وسط یقه 0.5 سانت رو میبریم بالا. به همون شکلی که پایین رو کشیدیم این بالا رو هم میکشیم. توجه کنید، این یقه انگلیسی هست. یقه انگلیسی. من برای اینکه یقه بعدی رو بکشم یه خط صاف این بالا میکشم به موازات خط پایین، که شما هم همین کار رو میکنید که برای کشیدن یقه بعدی آماده باشه. این یقه رو که الان الگوش رو در آوردیم دور تا دور اون رو میچینم که با شکل اون آشنا بشید.
دقت کنید که موقع برش این یقه ها کاغذ باید کاملا با همدیگه جفت باشه. این لبه بیرونی مدل هست، از قسمت پایه هست. میتونیم این خط رو به این صورت هم یا به این صورت هم قیچی بکنیم، ولی فعلا همین خطی رو که کشیدیم قیچی میکنیم. این الگوی یقه انگلیسی هست. خط صاف رو قیچی میکنم برای کشیدن یقه بعدی ما، که یک یقه یک تیکه مردانه یا شومیزه هست، یقه پیراهن مردانه. همون مدل رو مجددن میکشیم، مستطیل 8 در 19. بعدن این مستطیل بر اساس تنه ما آماده میشه. همینجا نصف میکنیم، 19.5، 19.5، یعنی کادرمون رو دیگه همیاران چون آشنا شدیم باهاش، به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. خطوطش رو میکشم. هر علامتی که زدید، چه در مورد بالاتنه چه در مورد این یقه ها، خط کشیاتون رو از اول انجام بدید. این خط رو قرار شد ببریم بالا، یعنی مستطیل رو کشیدم، بعد اون رو به 4 قسمت تقسیم کردم. این کار بهتره در همه موارد. باز پایین یقه رو از وسط یقه روی دولا 0.5 سانت میایم بالا، رو لبه جلو از پایه یقه 2 سانت میایم بالا. اینجا خطکشمون رو حالا من برمیگردم به طرف دوربین که بینندگان عزیز بهتر ببینن. این 0.5 سانت رو وصل میکنیم به خط وسط کاد و اینجا از قسمت پر خطکش استفاده میکنیم. خطمون رو میکشیم و ادامه میدیم، حدودا 3 سانت بیشتر میبریم بیرون. یک خط میخواییم به موازات این خط 2 سانت بالاتر. اینجا چون 2 سانت بود، اینم 4 سانت بود، نصف کردیم شد 2 سانت، این الان 2 سانت هست. 2 سانت روی خط وسط کاد علامت میزنیم، خطکشمون رو روی این دولبه قرار میدیم. نیازی نیست خط رو از اینجا بکشیم، ما فقط این خط رو میخواییم. بعد از اینکه این خط رو کشیدیم، میایم لبه پایینی رو 3 سانت علامت میزنیم، لبه بالایی رو 1.5 سانت و با یک خط صاف این دوتا رو به هم وصل میکنیم. این اون لبه یقه میشه که میاد بیرون. باز این یقه رو از این جهت پر میکنیم، دیگه از اینجا نیشون اصل یقه ما الان اونجا هست، اینجا بیشتر هست، هرچی میایم جلو کمتر میشه تا اینجا که تموم میشه. باز مثل یقه انگلیسی 2 سانت رو میبریم بالا و اینجا هم 0.5 سانت رو میبریم بالا. به همون شکل اونهنی رو که کشیدیم به همون صورت میکشیم. دقت داشته باشید که باز قسمت لبه بیرونی مدل هست. به دلخواه اگر بخواید میتونید اینجا رو گرد بکنید. حالا این یقه رو هم براتون میچینم، ولی قبل از اون خط صاف پایه یقه رو میکشم برای کشیدن یقه بعدی، چون وقتی قیچی بشه دیگه این حالتش از بین میره. برای اینکه این حالت ببینید عمود باشه، این یعنی خطکش نشون میده که این عمود هست. خیاطی سراسر ابتکار هست. وقتی که با قسمت‌های مختلف اون آشنا شدید، لازم هست که از خودتون در قسمت‌های مختلف ابتکار به خرج بدید که هرچه میگذره روز به روز کارتون بهتر بشه. اینجا رو من الان صاف می‌برم، ولی اگر خواستی می‌تونید گوشه رو گرد کنید. این قسمت هم ممکنه به این ترتیب شکل اون تیزتر بشه و لبه یقه جلوتر میاد. این هم الان الگوی یقه یک تیکه هست که باز میکنیم و به این شکل لای چسب بریده میشه به همین اندازه. برای پارچه جای دوخ برش میذاریم و برش میذاریم. پس این شد یقه یک تیکه مردانه.
اینجا می نویسم که یقه یک تکه مردانه. و اما یقه بعدی که یک یقه دو تکه هست. تکرار میکنم براتون، همین یقه یک تکه باز باید کشیده بشه. مستطیلمون رو میکشیم، بعدن این خطی که من اینجا علامت میزنم بر اساس طوق یقه پشت به دست میاد. یعنی هر چی طوق یقه پشت باشه اینجا میشه، اینجا یه مقدار مستطیلش کوچیک‌تر میشه، یعنی مستطیل قسمت طولش بیشتر میشه، اینجا کمتر میشه. این رو بعدا خدمتتون عرض خواهم کرد، اما توضیحاً گفتم که آمادگی ذهنی داشته باشید. اینجا اون 2 سانتی رو که آمدیم بالا ما میتونیم علامت بزنیم، اینجا هم که 2 سانتش علامت زده میشه، این الان اینجا 0.5 سانته. خب چند تا علامت اضافه تر زدم، ولی باز برای کشیدن از همون مستطیل شروع میکنم. مستطیل رو به 4 قسمت تقسیم میکنم به این ترتیب. اینجا الان 2 سانتی که اومدم بالا علامت زدم، منحنی پر خطکش این طرف هست. با اینکه از منحنی پر خطکش استفاده میکنیم، بازم با دست یک مقدار این رو پرتر میکنیم، خط میره بیرون، بیشتر میکشین که بعد اگه کم شد اندازه دارین دیدین کمه، دوباره مجبور نباشین که خطکش رو بذارین و استفاده بکنین. قسمت پایین رو یه بار دیگه انجام میدم. اینجا 3 سانت بود، این هم که خدمتتون عرض کردم یه خطی میخواییم به موازات خط پایین به فاصله 2 سانت. 2 سانت علامت اینجا رو هم زدم، منتها این خط رو ادامه ندید بیاید اینجا، چون بعد ممکنه با یه خط دیگه ای که خواهیم کشید اشتباه بشه. 1.5 سانت علامت زده میشه. این دوتا خط، دوتا علامت به صورت یه خط صاف به هم وصل میشه و از این لبه انحنای بیشتر رو میدیم. همینجوری که میاد کمتر میشه. این عمل باعث میشه که یه خوشفرم‌تر بریسه، ضمناً دوختش هم ساده تر میشه. لبه بالا رو 2 سانت اینجا بود، اینجا 0.5 سانت، که به همون ترتیب این رو میکشیم. یه الان همون یقه یک تیکه شد که خدمتون کشیدم، اما الان میخوایم این رو تبدیل کنیم به یقه دو تیکه. از لبه جلو روی وسط کادر 8 سانت میایم داخل. این علامت 8 سانت رو 7 میل علامت میزنیم بالا، 7 میل هم علامت میزنیم پایین. از روی وسط یقه روی دولا 0.5 سانت میاییم داخل، 0.5 سانت. با یک طرف خطکش عزیزان دقت کنن، حالا طرفی خطکش که صافتر هست، از همین جایی که علامت زدیم میکشیم یه منحنی به این صورت. قسمت پایین رو ببینید، خطکش رو بر میگردونم، قسمت پایین رو میکشم. ادامه خط با همینجا به این ترتیب خطکش رو بر میگردونیم و میاییم اینجا ادامه میدیم، میریم تا اون 0.5 سانتی که اومدیم جلو. خطکش رو باز به همین صورت بر میگردونم و خط رو ادامه میدم، ملاحظه کنید، تا اون 0.5 سانتی که اومدیم جلو. این 0.5 سانت هم صاف وصل میشه به اون 0.5 سانتی که از پایین اومدیم بالا، یعنی قسمت خود یقه، و این 0.5 سانتی که رفتیم بالا باز یعنی قسمت خود یقه. الان ما این قسمت رو قیچی میکنیم و در میاریم، دور میریزیم، منتها به خاطر اینکه برگه یقه ما باریک نشه خطکش رو به این ترتیب قرار میدیم و اینجا رو پر میکنیم. گاهی برای یقه های یک تکه هم من همین کار رو انجام میدم. خط صاف
پایه کادرمون رو میکشیم برای یقه بعدی و این یقه رو جدا کرده و قیچی میکنیم. یقه به صورت دو تیکه دوخته میشه، اما برای در آوردن الگوی این اول باید درست همونطور که یقه یک تیکه رو قیچی کردیم این رو هم دور تا دورش رو قیچی کنیم. حالا این لبه بیرونی رو من به این صورت قیچی میکنم که عزیزان ببینن که به چه حالت یقه بیرون، لبه بیرون میتونه فرم دیگری داشته باشه. ربطی به قسمت پایین یقه ما نداره. بله، این قسمت وسط رو همطوری که خدمتتون عرض کردم خالی میکنم. توجه کنید اینجا یه جا قیچی نگه داشته، یه جا دست نگه میداره. همینطوری که میاد این از هم جدا میشه. این دوتا لبه پایین باید کاملا برهم منطبق بشه و الگوتون اصلا تکون نخوره. اینجا هست که اگر اون خط رو بکشیم ممکنه اینجا اشتباه قیچی بشه. این قسمت رو در میاریم، این نیم سانتایی که از این وسط داشتیم میبندیم تا لقی یقه گرفته بشه. اون قسمت بالا یقه که میسته یه تیکه یه کمی حالت لقی داره. حالا که دو تیکش میکنیم این رو میبندیم تا میفته مثل حالت ساسان بسته میشه. خود این به تنهایی یک یقه هست، اما وقتی که میخواد وصل بشه به یقه بالایی این قسمت که یقه ازش جدا شد چرت میخوره روی الگو که روی لایه چسب و پارچه هم چرت میزنیم که محل دوخت قسمت بالا به اینجا مشخص بشه. حالا این قسمت بالا رو هم همون نیم سانت رو تا میزنم و به این شکل با چسب میچسب. این هم یقه دو تکه. یک کمی اینجا تیزی رو به اندازه یه میل دو میل که بگیریم این هم به این شکل حالت پیدا میکنه. و اما یک نکته فنی در مورد این یقه، موقع برش لایچسب حتما باید، یعنی الان فرض کنیم که این کاغذ لایچسب هست یا ما اینجا الان لایچسب داریم، این یک لایچسب کاغذی هست، این رو وقتی که میخواییم برش بزنیم روی، البته تا میزنیم روی قسمتی که مصرف اون کمتر بشه. الان من اینجا فقط میخوام توضیح بدم، اینجا رو یک نیم سانت فاصله میدیم. این قسمت لب به لب بریده میشه کاملا اندازه، اما این قسمت رو نیم سانت فاصله میدیم که اگر رسیدیم در همین برنامه این یقه رو برای شما برش میزنم که این یقه موقع دوخته به این یقه این برگه یک مقدار خرد میخوره چون روی کار سوار میشه یقه بهتر مینشینه. بله، این هم بود یقه دو تکه. و اما یقه سه سانت. برای یقه سه سانت مجددا همون کادر رو میکشیم هشت. یقه فقط از طول نصف میشه. باز مستطیلمون رو همون اول میکشیم. یقه رو از طول نصف میکنیم. روی وسط یقه همون نیم سانت رو میاییم بالا
رو لبه جلو 2 سانت رو میاییم بالا. این سانت رو که آمدیم بالا بس میکنیم به خط وسط کادر و 2 سانت رو هم با منحنی پر خطکش بس میکنیم به وسط کادر و ادامه میدیم میریم بیرون. خب اینجا همون 3 سانتمون رو علامت میزنیم. این قسمت وصل میشه به این گوشه بالا رو لبه بیرونی. اینجا هم 1 سانت رو لبه بیرونی از روی دولای کاغذ میاییم جلو و وصل میکنیم به پایین یقه به این ترتیب. قسمت پایین یقه پر میشه. پس تمام یقه های ما این قسمت پایین حتما باید با دست پر بشه. علامت میزنیم روی این 3 تا خط 3 سانت 3 سانت و 3 سانت و میکشیم یقه رو. به این ترتیب اینجا به دلخواه گرد میشه. خب این رو هم خط صاف پایه برای یقه بعدی رو میکشم که این رو جدا کردم این خط رو داشته باشیم. این تمرین احتیاج به چند سایزی نداره. شما به همین ترتیب مثل خودم بکشین تمرین خوبی هست. یقه رو دور تا دور میچید. البته باید اعتراف کنم که به هیچ وجه ماژیک مثل مداد یا خودکار نمیشه. اینی که اگر کمی اشکال در کار مشاهده میشه به خاطر کشیدن با ماژیک هست که بینندگان عزیز میبخشن این مسئله رو. این قسمت وسط یقه هم هرچقدر که خط اومد بالا این رو مثل اون لقی های یقه میبندیم. ببینید اگر نبندیم شکل یقه ما اینجوری هست. میبندیم و چسب میزنیم. این یقه 3 سانت بیست. خب برای یقه بیبه یا یقه شکاری فقط نیاز به یک مستطیل داریم. مستطیل 8x19. گویا زمان برای برش یقه دو تیکمون نداریم اما خوشبختانه توضیح دادم. انشالله در پیراهن مردانه که رسیدیم فرصت باشه و بتونم توضیح کامل رو در اون جلسه خدمت عزیزان بیننده عرض کنم. این یقه رو که کشیدیم